محمد ابن عبدالله قدرت یافت. این قدرت به توسل به خشونت انجامید. قدرت و خشونت چه سایه‌ای بر رسالت پیامبر اسلام انداخت؟ در جبهه پژوهشگران مسلمان هم شکاف افتاد. شک و شبهه در مورد تاریخ نگاری اسلامی و احادیث نبوی در میان آنان بالا گرفت، تا آنجا که همکنون چهره های متفاوتی از پیامبر و آموزه های اولیه اسلامی میبینیم. ولی قضاوت در مورد اسلام بر اساس روان و رفتار پیامبر و قرآن، متنی که از طریق او به ما رسیده، ما را به کجا میرساند؟ تا چه حد دسترسی ما به اصل آموزه های اسلامی بی شک و شبهه است؟ در این دعوای بی پایان در مورد اینکه اسلام این نیست و آن است، می توان با استناد به روان و رفتار پیامبر اسلام به نتیجه رسید؟ اینها سوال های کلانی است که در حد توش و توان و زمان برنامه با مهمان ها در میان می گذاریم. خانم وسمقی، بگذارید با نتیجه گیری های شما و نه مقدمات شروع کنیم. شما به این نتیجه رسیدید که قدرت سیاسی پیامبر اسلام بر پیام او و رسالت او سایه انداخت. به چه معنا؟ بله، همونطور که فرمودید، من معتقدم که در بررسی مناسبات میان دین و قدرت، این قدرت سیاسی پیامبر بود که بر دین او، بر چهره او، بر پیام او، بر قرآن او و حتی بر آینده دین او پس از رحلت اون حضرت تأثیر چشمگیر و بسزایی داشت. بذارید برگردیم عقبتر، پیامبر رو در مکه تصور کنیم. و پیامبر در مکه دارای قدرت سیاسی به مفهومی که در مدینه بود نبود و او چهرش و پیامش، عملکردش در مکه فرق داشت و سیر حوادث به گونه ای بود که پیامبر در مدینه دارای قدرت سیاسی شد که من فکر میکنم حتی دشمنان اسلام هم در به قدرت رسیدن هرچه بیشتر پیامبر بسیار نقش داشتن. جنگ هایی که داشتن، پیروزی هایی که مسلمانان یافتند، اینها تأثیر داشت در اینکه پیامبر قدرت سیاسی یافت و مرجعیت دینی او هم بر این قدرت می افزود. خب اینها بود که به نظر من تأثیر گذاشت بر دین پیامبر، چرا که قدرت در اختیار هر کسی که باشه، به نظر من، چه یک انسان عادی و چه یک پیامبر، اقتضائاتی داره. انسان دارای قدرت در یک جایگاه‌هایی قرار می‌گیره که باید یک تصمیمات سختی بگیره و در مقابل اعمالی قرار می‌گیره که انسان فاقد قدرت در اون جایگاه‌ها قرار نمی‌گیره و نباید چنان تصمیماتی رو بگیره. خب پیامبر هم همونجور که می‌بینیم مواجه شد با جنگ‌های بسیار و در به هر حال مجبور بود تصمیم بگیره، عمل کردی داشته باشه. مثلا فرض بکنید هایی که در تاریخ به پیامبر نسبت داده میشه که من در اینجا در مقام داوری و ارزیابی اونها نیستم، اما مثلا خشونت هایی که نسبت داده میشه، مثل اینکه پیامبر دستور داد شاعرانی رو که اون حضرت رو هجر میکردن ترور کنن، و یا عمل کرد پیامبر نسبت به قوم بنی قریظه داشت، اینها که خب خیلی از منتقدین اسلام مطرح میکنن. من معتقدم اگر پیامبر قدرت سیاسی پیدا نمیکرد، با این مناقشات هم روبرو نبود. مثلا اگر پیامبر در مکه میماند و به مدینه نمیآمد، خب یا اینکه در شعب ابی طالب حصر او ادامه پیدا می کرد، او مجبور می شد سرگردان بشه در میان قبائل، پیامش رو به گونه دیگری تبلیغ بکنه، یا اینکه مثلا به وسیله دشمنانش در مکه کشته می شد، کما اینکه تلاش کردن یک بار که حضرت علی به جای اون حضرت در بسترش خوابید،
و سرنوشتی مانند مسیح پیدا میکرد که مسیحیان معتقدند حضرت مسیح به صلیب کشیده شد و پیام او شکل دیگری پیدا میکرد در تاریخ و سرنوشت. چه شکل دیگری پیدا میکرد خانم وسمقی؟ چون برداشتم اینه که شما نتیجه میگیرید که قدرت سیاسی تأثیر منفی بر پیام پیامبر اسلام گذاشت. خب این تأثیرات رو میتونیم در فرصت‌هایی که پیش میاد در این برنامه من مورد بررسی قرار بدم. ببینید مثلا اولین اثرش اینه که قدرت حکومت بعد پیامبر به نام اسلام شکل نمی‌گرفت. یا خیلی قبایل در مدینه که مرعوب قدرت سیاسی شده بودن و اسلام آوردن به اون شکل مسلمان نمی شدن. یا مثلا کسانی که در فتح مکه مسلمان شدن مثل ابو سفیان و خانواده او، معاویه که پس از پیامبر حکومت بنی امیه رو تشکیل دادن، این اتفاقات نمی افتاد. یعنی خیلی از اتفاقاتی که به دلیل قدرت سیاسی پیامبر چه در زمان اون حضرت چه پس از رحلت پیامبر اتفاق افتاد، اگه قدرت سیاسی نبود به این شکل رقم نمی‌خورد و سرنوشت اسلام و آینده اسلام و حتی قرآن متفاوتی ما می‌داشتیم. چون شما ببینید قرآن خیلی از آیاتش ناظر به حوادث و وقایع هست و خب وقتی حوادث و شرایط تغییر میکرد ما قرآن متفاوتی هم میداشتیم که دیگه راجب خیلی از جنگ ها حرف نمیزد، خیلی از حوادثی که در زمان پیامبر اتفاق افتاد اگر متفاوت میبود قرآن هم متفاوت سخن میگفت. خانم بسمقی، اگر پیامبر اسلام قدرت سیاسی نمیافت اسلام صلح آمیزتری میداشتیم امروز، درست میگم؟ این برداشت درست از حرفای شما دیگه؟ بله، من فکر میکنم که به هر حال البته قابل بحثه. ببینید من مقصودم این نیست که پیامبر خشونت طلب بود یا جنگ طلب بود، اینها سیر حوادث بود که باید بررسی کنیم چقدرش نقش پیامبر بود، چقدر نقش دشمنان پیامبر بود در این جنگ آفرینی ها، که اینها قابل بررسی است. اما قبل از اینکه به این بپردازیم که پیامبر اسلام جنگ طلب یا خشونت ورز بود یا نه، یک سوال ابتدایی تر بپرسیم. قدرت میل به قدرت میاره. آیا پیامبر اسلام که قدرت سیاسی یافت به گفته شما اقتدارگرا بود، میل به افزایش قدرت خودش داشت؟ بیش از اون که من بتونم شواهدی پیدا بکنم بر اینکه پیامبر میل به افزایش قدرت شخص خودش داشت، میتونم به اینجوری نگاه بکنم که پیامبر دید که این قدرت میتونه به اشاعه پیام او کمک بکنه و پیام او داشت در جزیره العرب و حتی خارج از اون مرزها شیوع پیدا میکرد و شاید پیامبر این رو مثبت ارزیابی میکرد و مسلمانان پیرو او هم این رو مثبت ارزیابی میکردن و پیامبر میدید که اون پرچم لا اله الا اللهی که برافراشته، خب قبایل بیشتری هر روز دارن زیر این پرچم جمع میشن. اما اینکه چقدر این استحکام داشت و خیلی از اینها مرعوب این قدرت سیاسی شده بودن و دیدیم که پس از پیامبر از اسلام برگشتند. بله، خدمت شما عرض شد که من مایلم که ابتدا این مقدار راجع به تعیین جایگاه بحثم چند جمله یا حداقل بگم. من قطعا درون دینی بحث میکنم، اما درون دینی من سنتی و حوزوی نیست. من نگاهم غیر سنتی و غیر حوزوی است و از این جهت در بعضی از مباحث با خانم دکتر بسیار شبیه هم فکر میکنیم، مثلا مطالعات زنان، و در مقابل دیدگاه سنتی هستم. از این جهت که بگم اسلام دین جامعی بود، پیام کاملی آورد و اون پیام جامع هم ثابت بوده. پیامبر حکومت تأسیس کرد، دولت داشت و سازکار متناسب با اون داشت، سازکاری کارآمد و چابک داشت. یک دو، اینکه این فعالیت سیاسی جزء رسالتش بوده، یعنی اینطور نبوده که برخلاف
فرمایش خانم دکتر میتونست مثلا فرض کنید که اقدام نکنه برای سیاست و میتونست که اصلا تو این زمینه و این لاین وارد نشه، کاری انجام نده. نه، من همون جور که راجب نماز، راجب عبادات، راجب سایر مسائل پیامبر رسالتی داشت و تکالیفی داشت، فکر میکنم پیامبر تکلیف سیاسی داشت. رسالت سیاسی هم جزء شریعت هست. این نکته دوم. نکته سوم اینه که عرض میکنم این است که این حکومت در این حالی که پیامبر حکومت داره، اداره داره و وظیفه و رسالت داره، به شدت مردم گرا بوده نه اقتدار گرا. و اینجاست که خب با دیدگاه خیلی از افراد چه مستشرقین و چه غیر مستشرقین فاصله میگیرم. من فکر کنم حکومت پیامبر اگه اسوه بود، اسوه حسنه بود، به ویژه در زمینه حکومت اسوه حسنه بوده و این به قدری هم امتیازه، به اینقدر هم برجسته است و اینقدر خوب است و اینقدر جذاب است. نه برخلاف خانم دکتر، من فکر میکنم جاذبه دین نبوی شما الان ببینید، اسلام دین خدمت شما 1,600,000,000 پیرو داره و دومین دین جهانه و برابر بعضی از کارهایی که انجام شده، مثلا یه مؤسسه امریکایی به نام پیو کار کرده، گفت تا 2070 اسلام میشه پر جمعیت ترین دین جهان. یعنی مسیحیت رو هم پشت سر میذاره. الان مسیحیت 2,300,000,000 جاذبه داره. یا مثلا یه مؤسسه اومده کار کرده در امارات، گالف نیوز، میگه که در بین نامهای مردان در سطح جهان نام محمد جذابترین نام الان، پرطرفدارترین نام الان. خب چطوره اگر فرض کنید که خشونت به قول ایشون علیه بنی قریظه، دیگران، شاعران ترور میکرد و خدمت شما چیاد به قول دشتی این رو میگه، علی دشتی اون کتاب همین تاریخی، که اصلا پیامبر دنبال بهانه ای بود مخالفان رو حذف بکنه و حتی این ادعا رو داره که 90% مسلمان ها زمان رحلت پیامبر یا به زور شمشیر مسلمان شده بودن یا مصلحت دیدن، فایده دیدن مسلمان، ایمان در 10% بیشتر نبوده. حالا جدا از این که برای این مدعاش دلیلی نداره، ولی بعضی اینقدر اینجوری گفتن. من فکر میکنم درست برعکسه. فرض کنید که پیامبر با زور افراد رو جمع کرد، گسترش داد. شما نگاه کنید در مکه که شواهدی هم اشاره شده راجع به برخورد بالاخره ابو سفیان و اینها، در مکه شما نگاه کنید پس از فتح مکه، خب افراد مهاجرین دست کم مکی بودن. وقتی پیامبر مکه رو تسخیر کرد برگشت مدینه، خب این آدمای مکی که زنشون، بچه‌شون، فامیلشون، ملکشون، خدمتشون، مرتفعت دوستانشون همه در مکه بودن، چرا همراه مدینه پیامبر بلند شدن رفتن مدینه؟ این جاذبه پیامبر بود که افراد دیگر رو میکشون. چرا این یدخلون فی دین الله افواجا؟ آیا قدرت شمشیر پیامبر باعث بود که یدخلون فی دین الله افواجا؟ من درست برعکس فکر میکنم. وقتی پیامبر داشت مکه رو فتح میکرد، یاران افرادی بالاخره 21 سال رنج کشیده، هجرت رفته، غارت شده، عصبی داشتن وارد میشدن، شعار میدادن الیوم یوم الملهمه، الیوم یوم الملهمه، ما امروز خون به پا میکنیم. تا این شعار به گوش پیامبر رسید فرمود بلافاصله شعار رو عوض کنید، الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه. در کنارش اون نکته سومی که من عرض کردم رو اگه امروز و در این جلسه وقت کنم توضیح بدم، پاسخ شما رو عقلی هم میدم، غیر از نقدی. با اون مدعای سوم من بود که این حکومت مردم گرا هست، اقتدارگرا نبوده، از بطن مردم. فرض کنید الان یه نکته شعلت الان عرض بکنم، حالا در ادامه مفصل اگه خواستید توضیح میدم. فرض کنید همه قبول دارن که در بین بالاخره مطالبی، پیام‌های، احکامی به ویژه که قرآن پیامبر آورد، قرآن آورد، عبادت رو بذارید کنار. این رو سنتی هم قبول دارن، غیر سنتی هم قبول داره. شما عبادت رو بذارید کنار، میمونه عقود، ایقاعات، سیاست. اکثریت اینها احکام امضاییه، همه قبول دارن. یعنی چی؟ یعنی در حیطه‌های مدنی و در حیطه‌های سیاسی پیامبر تا حد امکان سعی نکرد چیزی، قاعده‌ای بیاره و بر مردم تحمیل بکنه. شکاف دولت ملتی در اون موقع شکل نمی‌گرفت، برای اینکه پیامبر سعی کرد مردم خودش رو نزدیک کنه، هنجارهای مردم رو تایید کنه، در مقابل اونها سکوت کنه و اونها تحکم نکنه، از بالا ابلاغ نکنه، اقتداری برخورد نکنه. واجب بود پیامبر که در امور مردم با اونها مشورت بکنه، یک، و واجب بود بر پیامبر که تن به نتیجه مشورت بده.
یعنی اینقدر مردمی نه تنها در زمان تأسیس بیعت گرفت از مردم و حکومت شکل گرفت، آخه بسیاری از حکومت ها در تأسیس ممکنه بالاخره مردمی باشن، اما در ادامه از مردم و از نخبگان مردم و از نظرات مردم فاصله میگیرن. اما این پیامبر موظف بود جا به جا مشورت بکنه. خیلی ممنونم آقای منصور نجات، خیلی ممنونم. خانم وسمقی، ابتدا مشخص کنیم، به نظر شما پیامبر اسلام حکومت تأسیس کرد در مدینه یا نه؟ چون شما از قدرت سیاسی صحبت کردید، اما از حکومت صحبت نکردید در بخش اول صحبتاتون. درسته، بسیاری فکر میکنن چون پیامبر دارای رفتارهای سیاسی و عملکرد سیاسی بود، پس دارای حکومت بود، او رو حاکم میدونن و فکر میکنن پیامبر بود که در همه چیز محور و تعیین کننده بود، در حالی که گزاره های کافی برای اثبات این ادعا وجود نداره و به نظر من پیامبر حاکم نبود. نقش پیامبر در مدینه نقش حکم بود. این رو اون منشور مدینه که بعد از ورود پیامبر و مهاجران به مدینه تهیه شد و پیشنهاد شد به همه قبائل، این رو تأیید میکنه که حتی در مورد صلح و جنگ بدون مشورت و نظر همگان این امکان پذیر نبود. در مدینه اون زمان 8 قبیله وجود داشت که هر کدوم رئیس خودش رو داشت و پس از ورود پیامبر هم به همون سبک و سیاق گذشته اینها اداره می شدن و هیچ کدوم به پیامبر نقش حاکم رو ندادن. مردمی که از مدینه رفتن به مکه به شعب ابی طالب و پیامبر رو دعوت کردن به مدینه، او رو به عنوان حاکم دعوت نکردن و پیامبر هم هیچگاه خودش رو به این نام نخونده، پیروانش هم او رو به این نام نمیخوندن و در چنین جایگاهی قرار نمیدادن. من البته بخوایم بحث بکنیم که چرا من معتقدم پیامبر تشکیل حکومت نداد، گزاره های خیلی بیشتری وجود داره. پیامبر هیچ وقت ابتداعا قانون گذاری نمی کرد. خیلی ها میگن پیامبر مقنن بود چون در قرآن آیاتی درباره قوانین اومده و به قوانین اشاره کرده و گمان میکنن که پیامبر نقش قانون گذار داشت چون حاکم بود، در حالی که اینها همه نتیجه پرسش هایی بود که از پیامبر میشد. می آمدن از پیامبر سوال میکردن، از او مشورت می گرفتن و پیامبر به اونا پاسخ می داد. یعنی منظورتون اینه که پیامبر اصرار نمی کرد که این تبدیل به قانون بشه؟ نه خیر. و ببینید، حاکم باید خودش ابتداعاً با توجه به نیاز جامعه تحت حاکمیتش قانون گذاری کنه، باید قدرت اجرایی داشته باشه، باید قدرت قضایی داشته باشه. پیامبر هیچگاه به قبائل نگفت که پس از این شما همه باید به من مراجعه کنید، از من قانون بخواهید، پیش خانم، من خانم وسمقی، خانم وسمقی، پیامبر رهبری مسلمانان رو در جنگ ها به عهده گرفت. جنگ ساز و کار داره، جنگ تشکیلات میخواد، جنگ قانون میخواد برای تنبیه، برای تشویق. این خودش یعنی داشتن سازوکاری. ممکنه شما اسمش رو دولت معنی امروزی نگذارید، ولی رهبری به خصوص رهبری جنگ یعنی رهبری یک سازوکار، یک تشکیلاتی، به خصوص که این سازوکار مسلمانان رو داشت به اقصا نقاط در همون دوره حیات پیامبر می برد. در دوره حیات پیامبر تا شمال آفریقا رفتند. اینها بدون امارت، بدون دولت، بدون حکومت بود. ببینید، فرماندهی جنگ به معنای ریاست دولت نیست و من معتقدم که عملکرد سیاسی پیامبر برای متحد کردن قبائل، که حالا خب بحث زیادی نیاز داره که اصلا مردم مدینه چرا پیامبر رو دعوت کردن به مدینه، اینها میخواستن که در اونجا صلح مستقر بشه، میخواستن جنگ میان قبائل که مدت طولانی وجود داشت از بین بره و پیامبر هم تلاش کرد به عنوان حکم همین کار رو در مدینه انجام بده و میون اون قبایل حتی امکان این صلح رو ایجاد بکنه، اما هیچگاه حکومت نکرد. و توی همون منشور مدینه آمده که
اونها نقش فرماندهی جنگ ها رو به پیامبر دادن، اما این به معنای رفع مسئولیت از رؤسای قبائل نیست و معتقدم که به تدریج که جلو میره، مسلمانان پیش میرن، شرایط برای شکلگیری یک حکومت داره آماده میشه که از همین شرایط هم پس از پیامبر مسلمانان استفاده کردن و یک حکومت به عنوان خلیفه پیامبر تشکیل دادن که خب اینم خیلی به ضرر سرنوشت اسلام در بله. تاریخ هم. بله، پیش از اون که من از آقای منصور نژاد سوال کنم، فقط به من بگید که آیا پیامبر نمیتونسته چنین آینده‌ای که شما میگید پس از حیات ایشون مسلمان ها داشتن رو ببینه و انذار بده، پرهیز بده، بگه حذر کنید از حکومت، از نمیدونم رفتن به اقصا نقاط دنیا برای فتح و برای تشکیل دولت در اونجا و تشکیل خلافت؟ نمیتونست؟ ببینید، این بستگی داره ما چجوری پیامبر رو ببینیم. بعضی ها درباره پیامبر بسیار مبالغه میکنن، در حالی که پیامبر درباره خودش میگه انا بشر مثلکم یوها الی، من مثل شما هم. این که مبالغه کنیم که پیامبر عالم به غیب بود، آینده رو میدید، سیاست مدار بود، تحلیلگر سیاسی بود، اینها به نظر من درست نیست. بله. پیامبر اگر قرار بود آینده اسلام رو ببینه، به نظر من پس از فتح مکه مثلا به ابو سفیان و معاویه این زمینه رو نمیداد که اینها بتونن پس از اون حکومت بنی اسرائیل. بسیار خوب. شما تلقی که از پیامبر دارید و از حکومت دارید، تلقی یک حکومت اقتدارگراست. وقتی حکومت اقتدارگرا باشه، قطعا مردم نمیتونن حرف بزنن، دقیقا باید به صورت متمرکز و از بالا اون چه ابلاغ میشه. اما تأسیس حکومت، عرض کردم که در علم سیاست حکومت رو میگن چهار رکن داره. ببینید، ارکان رکن رکین حکومت چهار چیز هستن، ارکان مهم حکومت چهار چیز هستن: یک قدم رو، دو سرزمین، دو مردم، سه قدرت سیاسی، چهار حاکمیت. اگه کسی مدعی است که پیامبر حکومت نداشته، باید بگه کدوم یکی رو نداشته. آیا در سرزمینی نبوده؟ آیا مردمی دورش نبودن؟ آیا قدرت سیاسی نداشت؟ قدرت سیاسی که به جوری عمل کرد که ظرف 10 سال کل حجاز که هیچی، جزیرةالعرب که هیچی، تا شامات رو هم پیش رفت و گرفت و پیروانش ظرف 1-2 دهه بعد از اون ابرقدرت های عصر رو تهدید کردند و راه شکست دادن و غیره، که همین تاریخ رو آشنا هستیم. این آیا قدرت سیاسی نداشت یا حاکمیت که میشه استقلال، میشه خودمختاری، آیا این رو منظور نداشت؟ منظور از حاکمیت وقتی میگید، آیا اون سازوکاری است که خانم وسمقی میگن وجود نداشت، مثلا دم و دستگاه حکومتی؟ در حکومت سازکار جز به رکن رکین نیست. ببینید، ما الان فرض کنید سازکارها رو به دو دسته تقسیم میکنن: دموکراتیک و غیر دموکراتیک. فقط دموکراتیک رو دیوید هیلت میگه که 9 مدل دموکراسی ما داریم. آقای منصور نژاد، نه، به امروز این رو ترجمه نکنیم. مثلا خانم وسمقی میگه قانون گذاری نکرد پیامبر اسلام. من عرایدم رو کامل بشه، نکته بعد راجع به قانون میگم، عیب نداره، همون بودم ادامه میدادم، نکات خوبی رو میخواستم بگم ولی عیب نداره، میگذرم و راجع به قانون میگم. یه مفروض نادرستی بین خیلی شایع است و فکر میکنم وجود قوانین فراوان در حکومت امتیازه. وجود سازکار گسترده و خدمت شما پیچیده این سازکاره، و حالا که به نظرم درست برعکسه. یک دولت موفق دولتیه که چابک باشه، دولت موفق دولتیه که کارآمد باشه. ما کارآمدی پیامبر رو وقتی در همه تاریخ ها داریم میبینیم، در همه جنگ ها داریم میبینیم، در همه بالاخره مدیریت ها به شکل عجیب و غریبی داریم میبینیم که دیگران موندن در بسیج کردن دیگران، در نزدیک کردن به دیگران، در مجاب کردن به دیگران. این میرسونه که اگه قانون گذاری نمی کرد، برای این است که قانون اگه در یک حکومتی کم باشه، سازکار کم باشه، اون نشانه امتیاز اولا اگه نبود. و نکته بعدی اینه که ما داریم یک زمان 1400 سال پیش صحبت میکنیم، اونم راجع به مکانی صحبت میکنیم که در مکه بعضی ها گفتن کل نویسندگان 20 نفر نبودن در زمان سطر اسلام.
تاریخ مکتوب رایج نبوده، تاریخ شفاهی تاریخ حاکم بوده. یعنی نبود مطالب، نبود اسناد، نبود مدارک دلیل بر این نیست که مطلبی ما نداریم و مطلبی نبوده، بلکه باید بگردم و بسیج بکنم و کار بکنم و تو این زمینه کار نکنم. مثلا مسعودی در التنبیه و الاشراف فقط راجع به کتاب پیامبر، کسایی که مطالب پیامبر، حالا قرآن یه بخشش بود، سایر نامه ها و بالاخره مکاتبات رو میگه، افراد فراوانی که بعضی خیلی تعداد رو هم بالا گفتن رو حالا کار نداشته باشن چون تعداد روشون نمیگه، ولی میگه اصلا با تفکیک وظایف و تقسیم کار پیامبر کتاب داشت. اینجور موادت رو به نظرم باید راجبش کار کرد، مطلب آماده همجور که راجب جنگ ها مغازی باقدی نوشت دیگران کرد کردن راجب سازگار میشه کار کرد، اما سازگار پیامبر رو ما از کارآمدیش میبریم. بله آقای منصور نجات، گمان نمی کنید به نحو دلخواه خودتون دست به گزینش میزنید؟ بحث نظریه پردازی چیز واضحیه که آدم بدون پیشفرض بحث نمی کنه. هر متفکری متناسب، چرا فرض کن در تاریخ 23 ساله فرض کن علی دشتی به اینجا میرسه که پیامبر به مثلا صغیر و کبیر رحم نمیکنه، آدمیان هر کسی که یه گفتمانی داره حرف میزنه. من از گفتمانم رو در همون سه تا نقطه اولی که عرض کردم گفتم، من تو این گفتمان دارم حرف میزنم که پیامبر حکومت تأسیس کرده، فعالیت سیاسی جزء رسالتش بوده و این مردم سالار بوده و مردم سالار یکی از نشانه های مردم سالاری اتفاقا این است که قانون زیاد نگذاره. بله برای مردم منظورتون این است که ایرادی نداره، منظورتون این است که ایرادی نداره ما فرضی رو در وسط بگذاریم و بعد برای اثبات این فرض بریم گزینش کنیم. ابتدای صحبتاتون راجب فرض و نظریه گفتید دیگه، و اینکه گزینش میکنید برای اینکه اون رو اثبات کنید. اینو فیلسوفان علم به ما یاد دادن که هیچ کس بدون مفروض وارد بحث نمیشه، همه یعنی هیچ کس خالی از ذهن وارد بحث نمیشه. شما یک نگاهی داری، یک برداشتی داری، یک بالاخره از مطالعات چیزی پیدا میکنید، بر اساس اون مطالب رو میبینید. بله. و بقیه مطالب رو نمیبینید؟ نه میبینم، عرض کردم چون اون جملات چون نمیداره فلات قبلی کامل بشه این مشکل درست بکنه. بله بسیار خوب. من در سال قبلی هم عرض میکردم که من از اونهایی هم که میگم پیامبر خشونت بوده، پیامبر جنگ داشته، اما غلبه با چی بوده؟ غلبه با رحمتش بوده. یا من سبقت رحمت و غضبه، در بین رحمت ها، در بین گذشت ها، در همون مکه که میتونست واقعا تسبیح حساب بکنه. شما بگی که در کنار خانه کعبه، خانه ابو سفیان مأمنه، ابو سفیانی که تمام جنگ های علیه پیامبر رو این بس کرده، این بله. با تنبیه میکرد بله. اما گفت خونش مأمنه. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای منصور نجات، اجازه بدید. بله قطعا در بنی جایی که پیشوند اتفاق خوب. بله خانم بسمقی، این موضوع گزینش برای اثبات مدعا، این دامن تقریبا همه کسانی که میگن اسلام این نیست و آن است رو میگیره، از جمله شما. شما بر چه اساس میگید که پیامبر اسلام قدرت سیاسی داشت اما حکومت تأسیس نکرد؟ میرید سراغ احادیث، میرید سراغ بخشی از اسلام، طرف دیگه هم میره احادیث خودش رو پیدا میکنه، پارای دیگه ای از قرآن رو مورد استناد قرار میده. این دعوا بر سر اینکه اسلام و پیامبر اسلام این هست و اون نیست، با استناد به اون چیزی که خودش محل دعواست، این حل شدنی نیست. درسته، ولی ما نباید نظریه رو با پیش فرض اشتباه بگیریم. ببینید، ما اگر میخوایم یک نظریه ای بدیم، ابتدا باید بدون اینکه اون رو پیش فرض قرار بدیم تحقیق بکنیم. مثلا من اگر میگم پیامبر حکومت تأسیس نکرد، میام روند حرکت پیامبر رو از مکه به مدینه مورد مطالعه قرار میدم، میبینم پیامبر به عنوان حاکم دعوت نشد به مدینه و خود پیامبر هم چنین خواسته و مطلوبی نداشت. وقتی وارد مکه هم شد، قدرت و حاکمیت قبایل بر خودشون و رؤساشون به هیچ وجه تغییر نکرد و مسلمانان ما نمونه نداریم که در تاریخ اسلام پیامبر رو حاکم خونده باشن، اون رو رئیس خونده باشن. ببینین در همون زمان پیامبر شما در جاهای دیگه، مثلا در یمن یا جاهایی که حکومت وجود داشت، میتونید مقایسه بکنید ببینید ساز و کار حکومت در همون زمان چی بوده،
آیا پیامبر چیزی مشابه اون درست کرد که ما بگیم حکومت کرد؟ من خیلی جاها اشاره هم کردم، خیلی موارد وجود داره که به پیامبر حتی برای قضاوت مراجعه میشه و بعد اون فردی که مراجعه کرده از جواب پیامبر و قضاوت او خوشش نمیاد، میره جور دیگری عمل میکنه. به چه دلیل پیامبر اسلام خشونت ورزید، یعنی جنگ کرد؟ ببینید، اگر از من بپرسید که آیا پیامبر همش این بود برای اتحاد قبائل که به جنگ های میان اونها خاتمه بده یا این که قدرتی شکل بده برای جنگ های بزرگتر و فتوحات بزرگتر، من گزینه اول رو انتخاب میکنم. نه، من طور دیگه سوال رو طرح میکنم خانم وسمقی، اجازه بدید. آیا پیامبر اسلام برای گسترش پیامش متوسل به جنگ نشد؟ ببینید، باید مسئله رو خیلی عمیق‌تر نگاه کرد. اینکه همه چیز رو به پای پیامبر به تنهایی بنویسیم درست نیست. خیلی از جنگ ها رو دشمنان اسلام و پیروان اسلام شکل دادن. شما به تاریخ جنگ هایی که میان پیامبر و دیگران انجام شد نگاه بکنید. من یه وقتی اینو بررسی می‌کردم، دیدم که اکثر جنگ ها در نزدیکی مدینه واقع شد. یعنی دیگران، یعنی دشمنان اسلام، لشکرکشی کردن و اومدن کنار مدینه. و خب جاهایی هم هست که مسلمانان لشکرکشی میکنن و میرن. خب البته به نظر من پیامبر باید خوشنود میبود که میدید داره به نتیجه میرسه تلاشهاش، که این خب همون قدرته، یعنی داره به نتایجی میرسه که به نظرش بود، پیامش داره در شبه جزیره عربستان گسترش پیدا میکنه. خب اجازه بدید همینجا مکس کنیم. خانم وسمقی، معتقد هستید پیامبر خوشنود بود که پیامش از طریق جنگ ها داره به اقصا نقاط میرسه؟ آیا اجازه بدید این نکته رو برای اینکه سوء تفاهم نشه عرض بکنم، شاید خوشنودتر می بود اگر بدون جنگ پیام او گسترش می‌یافت. آیات قرآن که گفته های پیامبره تایید میکنه که پیامبر صلح رو بیشتر دوست داشت و تأکید میکرد بر صلح، اما همه جنگ ها رو پیامبر رقم نزد که ما شما بگیم. هم آیا شما هم الان همون کاری رو نمی کنید که آقای منصور نژاد میکنه؟ میرید سراغ اون آیاتی که نظریه یا فرض شما رو تایید میکنه؟ ببینید، من اگر بخوام از رفتار پیامبر حرف بزنم، بهترین سند گفته های خود پیامبره. اینکه پیامبر به جنگ علاقه داشت یا به صلح، بهترین سند گفته های خود او در قرآنه که میگه آیا من جنگ رو بیشتر دوست دارم یا صلح رو بیشتر دوست دارم، تا به جای اینکه برم به گفته های دیگران درباره پیامبر استناد بکنم. بگذارید من یه نتیجه گیری از حرفای شما بکنم، ببینم تا چه حد شما این رو صحیح میدونید. شما معتقد هستید بین تجربه نبوی، اونگونه که پیامبر خداوند رو درک میکرد چنین بگوییم، و پیام نبوی اونگونه که پیامبر اطرافیان، حامیان، طرفدارانش رو رهبری میکرد، تفاوتی وجود داره و ناچار شد وقتی پیام نبوی رو ابلاغ میکنه، وقتی پیام الهی رو ابلاغ میکنه، به جنگ بپردازه اثر ناچاری، به بست پیامش توجه کنه، به الزامات این قدرت سیاسی، هرچند شما معتقد هستید به امارت سیاسی نانجامید، بپردازه. به این ترتیب یه تفاوتی میبینیم بین تجربه نبوی و پیام پیامبر اسلام اونگونه که به طرفدارانش ابلاغ شد، درسته؟ و این دلیلش اقتضاعات روز بود. دقیقاً اینطور نیست. من همه رو در، یعنی با هم میبینم و یک روند طبیعی براش قائلم. پیامبر یک مأموریتی برای خودش قائل بود
و یک پیامی برای مردم داشت، اما او زندگی عادی و طبیعی داشت و این سرنوشت و زندگی عادی که خود او هم در تعیین او نقش 100% نداشت، اینها تعیین کننده بودند. و در اول عرایض هم عرض کردم، مثلا اگر پیامبر به مدینه دعوت شد، خب این اینجوری نبود که، خب ممکنه بعضی ها بگن این خواست خداوند بود، ولی دلیلی برای این حرف ندارن. من از پایین و از تاریخ بهش نگاه میکنم، نه از آسمان. مگه تاریخ نمیگه پیامبر دستور داد که بر سر این یا اون قبیله چی بیارن بکشن مردانشون رو؟ اینها از نظر شما از سر ناچاری بود دیگه، یعنی پیامی که از درست نتیجه قدرت سیاسی بود. بله. که قدرت سیاسی داره باید یه جاهایی، پس بین تجربه نبوی و تجربه پیامبری که قدرت سیاسی داره یه تمایزی، یه تفاوتی هست، درسته؟ خب اگر پیامبر قدرت سیاسی داشت، به عنوان یه سیاستمدار عمل میکرد که این متفاوت با رساندن پیامش، و اگر این قدرت سیاسی رو نداشت، وقتش رو صرف این کارهای سیاسی و تصمیم گیری برای جنگ ها نمی کرد که الان بهتر بود برای اسلامی که ما میشناسیم. آقای منصور نژاد، بله، اگر پیامبر اسلام قدرت سیاسی نمی داشت، اسلامی که ما امروز داریم اسلام متفاوت تری بود و جذابتر برای انسان امروزی، چنینه؟ اینکه اسلام متفاوت بود طبیعیه که متفاوت داره، که کسی سیاسی عمل بکنه تا نکنه نتیجه متفاوت داره. اما مثال خوبی رو خانم دکتر در وسط بحثم داشتن، اواخرم باز داشتن، که اگر پیامبر رسالت پیامبریشو میکرد، معنویشو میکرد، اخلاقی، و حتی مثال دادم خود عیسی مسیح سلام الله علیه. خب این بحث خیلی بحث خوبیه دیگه. ما ببینیم عیسی مسیح داستانش رو یه مقدار بگم، جدای از اینکه پیامبرای دیگه داوود خلیفه بود، منابع نسل قرآن سلیمان، اینا عهد عتیق فراوان، اگه کسی وقت داشت باشه عهد عتیق بود. سلیمان اصلا گفت و قول رب اغفر لی و هب لی ملکن، به من ملک بده. موسی و منازعش با فرعون مشهور، حضرت ابراهیم اینی جایلی که لناس امام، اینا که بماند بگیم. حضرت مسیح که غیر سیاسی ترین به یک معنا پیامبر بین پیامبران ادیان توحیدی بوده، یه جمله یاد بکنم. اولا خود حضرت مسیح اینطور نیست که کتابش خالی از خدمت شما عرشبت که چی باشه، جنگ و خشونت باشه. من عهد عتیق جلومه و روش نمیخونم برای اینکه وقت گرفته نشه، ولی یادداشت کردم آدرس میدم. عیسی مسیح در انجیل انجیل متا به 10:34 گمان مبرید که آمدم صلح آرامش را بر زمین برقرار کنم، نه، من آمدم تا شمشیر را برقرار کنم. همون عیسایی که میگه یه طرف سیلی میزنه چنان چنان که اوناش آشنای مشهوره، اینطور نیست. اولا متونش خالی از خشونت باشه، یه نکته. نکته بعدی، خب میخواد خانم وسمقی نهایتا نتیجه بگیرن که اگه پیامبر غیر سیاسی عمل میکرد، مسلمان ها مثلا ملایم تر میشدن، رحمت مدار تر میشدن، مردمی تر عمل میکردن. خب اگه مسیحی ها که پیامبرشون اونجوری بود در زمینه خشونت و جنگ کم سابقه دارن، جنگ های صلیبی با مسلمان ها 200 سال، جنگ های با بین خودشون پروتستان ها و کاتولیک 30 سال، حتی جنگ جهانی دوم و اول و دوم که بعضی از منامه نوشتن تا 100 میلیون آدم کشته شده، طرفینش مسیحی بودن. آیا از نتیجه مسیحیت این در اومد که مردم ملایم در شدن، جنگی اونجا رخ نداد، با دیگران مدارا کردن؟ یا اتفاقا نویسندگان مسیحی خودشون وقتی تاریخ اسلام رو بسیار گزارش کردن، همونجور که شما در ابتدا هم گفتید، خصوصا مستشرقین متأخر، متعجب میشن که چقدر این مدارا برزیده، اسلام چقدر با دیگران برخلاف ادیان دیگه بوده که سخت میگرده، صلیبیون بوده، غیر قرون وسطا بوده، دین اسلام بسیار دین مدارا بوده. پس چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که اگر سیاسی نبود رو میخواد در قیاس با حضرت مسیح سلام الله علیه بگه، شما میبینید که مسیحیان هم جنگ و خشونت رو همزمان داشتن، غیر ادیان غیر توحیدی هم همینجوریه. در بین ادیان غیر وحیانی شاید دین بودا عالیه، واقعا عالیه، من اینا رو تدریس کردم امسال و هست تو اینستاگرام، عالیه. اما الان همین نسل‌کشی میانمار در این دهه‌های اخیر ملکی بوده، بودایی داشتن، مسلمان‌ها رو می‌کشتن. اینکه پیامبری لزوماً اگه رحمت مدار بود، نتیجه پیروانش هم رحمت مدار می‌شد، این رو در تاریخ ما برای شاهد و غیره
پیدا نمی کنیم. خانم وسمقی، در مورد مقایسه پیامبر اسلام و پیامبر مسیحیان، اخیراً با اظهاراتی که دکتر سروش کردن به تازگی زیاد صحبت میشه. این نکته‌ای که آقای منصور نژاد در این مقایسه گفتن مهمه دیگه، یعنی پیامبر مسیحیان خشونت نورزید، فرصت نیافت چنین کنه شاید، ولی بلافاصله مسیحیان خشونت ورزیدن، حتی پیش از این دورانی که آقای منصور نژاد گفت در سده های قرون وسطا انگیزیسیون انجام دادن، یعنی یک دم و دستگاه طویل تفتیش عقاید و شکنجه تشکیل دادن. این بست نبوی در میان مسیحیان بود. پس بر چه اساس میشه گفت که اگر پیامبر اسلام قدرت سیاسی نمیافت، بست نبوی امروز متفاوت بود در اسلام؟ در مسیحیت اگر کلیسا قرنها ظلم و ستم کرد به نام مسیحیت، به راحتی میتوان اون رو مورد نقد قرار داد و ارتباطش با مسیح رو قطع کرد. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اینها تقلید کردن، تبعیت کردن از رفتار مسیح. اما در میان مسلمانان، همونجور که فقها هم میگن، میان و سیره نبوی رو الگو قرار میدن و حتی در فقه، مثلا داریم چه در فقه شیعه چه فقه اهل سنت، که بر مسلمانان واجب است که سالی یک بار جهاد بکنن و اگر زن و بچه اون کفار رو هم اسیر کردن به بردگی بگیرن. اینو از کجا در آوردن؟ خب از جنگ هایی که زمان پیامبر صورت گرفت و اون سیره رو الگو قرار میدن، که البته این تفسیر غلطی است از اسلام که من در بازخوانی شریعت بهش اشاره کردم. ما رفتارهای اونها رو که بر اساس عرف زمان خودشون عمل کردن نمیتونیم الگوی شرعی قرار بدیم برای رفتار انسان امروز. به هر حال کاری که مسلمانان میکنن، میتونن مستقیما بگن که ما تحت تأثیر رفتار و عملکرد پیامبر داریم انجام میدیم، اونجوری که مثلا داعش ادعا میکنه، اونجوری که طالبان ادعا میکنه، یا رفتارهایی که مثلا در جمهوری اسلامی نسبت به مخالفان انجام میشه، میاد آیه محاربه رو مطرح میکنه، مفسد فی الارض مطرح میکنه و میگه اینها پیامبرم اینجوری عمل کرد. در حالی که در میان مسیحیان چنین نمیشه استدلال کرد و ما میبینیم که به هر حال بعدن امکان اصلاح مسیحیت بسیار ساده تر از اصلاح اسلام هست. ما برای اینکه تفسیر دیگری از اسلام بدیم، خب تفاسیری باید بیان بکنیم و استدلال بکنیم و اون وقت نقیضش رو هم اونها میان مطرح میکنن که نخیر، پیامبر اینجوری عمل کرد. بله، این نکته مهمی. اجازه بدید از آقای منصور نژاد بپرسم این رو. خانم وسمقی، بله اجازه بدید. خانم وسمقی، این نکته مهمیه. آقای منصور نژاد، در این مورد چی میتونید بگید؟ به نظر خانم وسمقی کار اصلاحگران دینی در میان مسلمانان بسیار دشوارتره، به دلیل اینکه پیامبر اسلام برخلاف پیامبر مسیحیان جنگ کرد، به گفته ایشون ناچار شد خشونت بورزه، در صورتی که اصلاحگران مسیحی میتونن به راحتی بگن که پیامبرشون چنین نکرد. پرچم اصلاح مسیحیان دست کی بوده؟ اصلاح طلبی مسیحیت مشهورترینش لوتر دیگه، 1517 اگه اشتباه نکنم، در اوایل قرن 16 لوتر بود که پرچم اصلاح طلبی پروتستانتیسم رو علم کرد و کالوین ادامه داد و دیگران، بالاخره پیوترین ها و غیر نفع ادامه دادن. شما برید شیوه برخورد لوتر رو اتفاقا ببینید، برخوردش با زنان که خانم دکترم راجع به این حیطه کار کرده، منم کار کردم، نگاهی وحشتناکش راجع به زنان رو شما نگاه کنید. خشونت ها، جنگ های 30 ساله یه طرفش کی بودن؟ پروتستان طرفدارهای لوتر و غیر این حرفا بودن، داشتن میکشتن کاتولیک ها رو. کاتولیک ها
اون طرفی ها رو داشتن میکشتن. یعنی اون روایتگران اصلاحی اینجورم که به این راحتی شون میفرمان راحت تره یا مثلا چی هست؟ اون که ما در تاریخ داریم میبینیم نهضت اصلاح پرچمش دست آدم هایی بود که اتفاقا اونها خودشون خیلی خشن عمل کردن، خیلی آدم کشتن و در مقابل دیگران گارد های سنگین گرفتن، چون که از طریق مکانیزم دیگه قراردادی وستفالی و غیر و این حرفا داستان به سرانجام رسید، اون نشنسته شکل گرفت و داستان برداشتم اینه که خانم وسمقی میگن لوتر اگر هم چنین میکرد که میکرد در تاریخ هست، این دیگه تاریخی که در دسترس ماست برخلاف تاریخی که در صدر اسلام بوده، لوتر به نام مسیح نمیکرد، یعنی نمیگفت مسیح هم چنین کرد با مخالفانش، نمیتونست بگه چنین چیزی. مذهب سوم مسیحیت از بحث پروتستانتیسم به امروز طرفداران فراوان چند صد میلیونی داره، این حرفا چیه؟ یکی از روایت ها مکتوب اسلام چهار مذهب داره، بله. مثلا در اهل سنت دو تا داره، در فرض کنید چند تا در شیعه، بله. خانم وسمقی متوجه هستم آقای منصور جان. خانم وسمقی، خیلی از کسانی که محقق تاریخ اسلام هستند و سنت تحقیق در تاریخ اسلام در میان پژوهشگران آلمانی خیلی قویه، اینها معتقدند که اتفاقا اسلام بسیاری از آموزه‌های خشن رو از ادیان دیگه گرفته که اون موقع در منطقه بین النهرین و شبه جزیره عرب رایج بوده، پیام در دسترسی بوده، از جمله یک انجیل عربی بوده که در واقع قصص نوزادی و زیست دوران اولیه پیامبر مسیحیان رو روایت می‌کرده، از جمله ادیان ایرانی در اون منطقه خیلی صدای رسایی داشتن و معتقد هستند که اگر در اسلام داستان‌های مختلف هست از جمله در مورد خشونت ورزی تحت تاثیر این ادیان بوده. مثلا ما در انجیل لوقا داریم که پیامبر مسیحیان میگه اگر شمشیر ندارید پیراهنتان رو بفروشید یا جامه‌تان رو بفروشید و شمشیر بخرید. این رابطه پیامبر اسلام با اون چه که در ادیان دیگر بوده رو چی کار باید کرد؟ برای اینکه ما باید به گفته شما در ظرف تاریخی بگذاریم دیگه که ببینیم چرا پیامبر اسلام چنین کرد و چنان نکرد. اسلام رو من فرزند زمانه خودش، عرف و سنن جامعه و خواستگاه خودش میدونم. خب اسلام در اون جایی که ظهور پیدا کرد یهودیان هم بودن، من نمیتونم بگم خشونت رو از یهودیان گرفت، بلکه میتونم بگم خشونتی که به هر حال اسلام داشت نتیجه اون عمل و عکس العمل هایی بود که در اون جامعه وجود داشت و همونجور که قبلا هم عرض کردم سرنوشتی بود که رقم خورد. پیامبر اگر تلاش کرد که همونجور که خود پیامبر بس فقط عملها و عکس العملها، یعنی اون چه که در جنگها در مناسبات قبایل اتفاق افتاد نیست خانم، فقط اون نیست خانم وسمقی، شماری از همون محققان آلمانی که گفتم از جمله محققی به نام گرت پوین، یا شاید هم پون خونده میشه اما PUIN نوشته میشه، و این محقق چندین دهه روی قرآن تحقیق کرده، میگه که من به این نتیجه رسیدم که قرآن مجموعه ای از پاره هایی است که شماری از اونها پیش از اسلام وجود داشت و به اون منطقه رسیده بود، از جمله پاره هایی از متون و منابع مسیحی و یهودی و حتی ادیان ایرانی. یعنی بس فقط اون اتفاقاتی نیست که افتاد، در مورد قرآن هم از نظر این محققان نمیشه بدون شک و شبهه صحبت کرد. خب این نگاه کردن صرفا از یک زاویه برای اثبات یک ادعاست، اما نگاه کردن از همه زوایا به نظر من بیان نمیکنه که قرآن برگرفته از ادیان پیشین هست، بلکه قرآن یک مجموعه است برگرفته از حوادثی که بر مسلمانان رفت.
و خب البته گفتم یک بخش از جامعه مسلمانان هم حضور ادیان دیگر بوده. اونها بسیار خب این خیلی نکته مهمیه و ما به پایان این ساعت بحث رسیدیم، اینکه قرآن تا چه حد تحت تاثیر حوادث روزه، تا چه حد تحت تاثیر منابع دیگه است که اون موقع در جزیره عرب خیلی رایج بودن، یا میشه گفت لااقل در دسترس بودن، اگر نه خیلی رایج چون لفظ مناسبی نیست برای اون دوره. میخوام از آقای منصور نژاد جوابی بگیرم در این مورد، تأثیری که قرآن یا از منابع دیگه ادیان دیگه یا به گفته خانم وسمقی از اتفاقات اون زمان گرفته. نکته اول این است که اسلام در عرض ادیان دیگر نیست، اسلام در طول ادیان دیگر است. پیامبر اسلام نیومد بود که هرچی پیامبران دیگر گفتند رو جمع بکنه، چنین ادعایی رو نداشته. چیز عجیبیه، نام حضرت موسی در قرآن مجید بالای، الان تعدادش دقیق نمیدونم، بالای 150 مورد اومده و نام خود پیامبر ما محمد 10 بار نیومده. اصراری نداشته که از ادیان دیگه چیزی نگه، نفی کنه، بذاره، که اصلا چنین چیزی نبود، بلکه برعکسش باز نص قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین همه از آدم تا خاتم همشون اومده بودن اسلام رو بدن. اونجا هر کدوم متناسب با زمانش این فاضل راه تکمیل کردن و محمد خاتم النبیینه، آخرین سنگ های این ادیانی که از آسمون میخواد بیاد، پیامی آسمون میواد. در مورد این پیامبر بله، در مورد این صحبت خانم وسمقی چی دارید بگید که اون چه که به ما رسیده به نام اسلام از جمله قرآن بسیار تحت تاثیر حوادث روزه؟ چیز واضحیه، این دیگه جای چی نداره، انکار نداره که متأثر از زمانه خودش ما. چیز خیلی بدی، اگه غیر از این بود دین معقولی نبود. پیامبرا گفتن ما باید به قدر عقول مردم حرف بزنیم، پیامبرا باید به سوالات مردم جواب میدادن. مثلا یسالونک 14 بار در قرآن اومده، البته اینقدر زیاد نیست، این نکته رو باز یادمون نره، بعضی وقت فکر میکنیم هرچی مردم فقط میپرسیدن پیامبر منفعل بود جواب میداد. نه خیر، کل 6666 آیه 14 موردش سوال شده از پیامبر، که 14 مورد 9 موردش راجع به احکام و اخلاق و 5 چیز دیگه از یسالونک اهل و چیز دیگه. خیلی ممنونم آقای منصور نژاد، تشکر. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ما 4 دقیقه فرصت داریم و من از آقای منصور نژاد شروع میکنم، چون برنامه رو با خانم وسمقی شروع کردیم. فقط کیفیت تصویر شما به مراتب کاهش پیدا کرده آقای منصور نژاد، نمیدونم چرا. خانم وسمقی ناچاریم از شما بپرسیم، چون اینترنت آقای منصور نژاد بالا پایین داره. همون سوال از شما بپرسم خانم وسمقی، ما به اصل اسلام دسترسی داریم یا نه؟ یعنی میتونیم بگیم که بدون شبهه میدونیم اسلام، پیامبر اسلام چی بوده و بر این اساس میتونیم بگیم اسلام این است و آن نیست که دیگران میگویند؟ میشه چنین چیزی؟ نه، به هیچ وجه ما نمیتونیم چنین. هم منابعی که مورد استفاده هست برای شناخت اسلام، اول قرآنه که درباره فهم اون بسیار اختلاف هست، به دلیل اینکه به هر حال قرآن زائیده زمانه و حوادث زمان خودش هست و ما در اون زمان نیستیم و درباره اونها هم جزئیات بسیاری رو نمیدونیم. بعد روایات که گزارش هایی است که دیگران دادن از رفتار و کردار و گفتار پیامبر، که اونها هم توش هم تعارضات هست، هم صحت و سقمش زیر سواله و هم منبع شرعی نیست، یه منبع تاریخیه و درباره تاریخ هم ما هیچ وقت نمیتونیم سخن قطعی بگیم. پس اگر به اصل اسلام دسترسی نداریم، اون وقت ما بر چه اساس میگیم اسلامی که ما امروز میخوایم اینه و نه اون؟ یعنی این اصل اگر در دسترس ما نیست چیکار باید بکنیم؟ بله، ببینید ما چاره ای نداریم. چرا؟ چون که پیروان زیادی داره اسلام. بله، بیش از 1.5 میلیارد پیرو اسلام هست که بر اساس اسلام زندگی میکنن.
بله خیلی کوتاه لطفاً، خیلی کوتاه چون یک دقیقه رفته. اسلام با قرائت‌هایی که وجود داره بر زندگی تک تک اونها تأثیر میذاره. خب. ما برای اصلاح زندگی مسلمانان ناگزیریم که قرائت اسلام رو هم تصحیح بکنیم. بسیار خوب. آقای منصور نژاد، در این دو دقیقه و اندی خانم بسمقی گفتن ما نمیتونیم به اصل اسلام دسترسی داشته باشیم و این کار واهیست، تلاش برای این کار واهیست و باید چاره دیگه بیاندیشیم برای این دعوای بی پایان این اسلام است و نه آن، آن اسلام است و نه این. خوب جوابتون چی هست؟ ببینید، ما چهار تا منبع در اسلام معرفی میشه در بین بالاخره فرق مختلف، عقل است و کتاب است و سنت است و خدمت شما عرض شد که لحره اجماع. اجماع رو که حالا چیه جدی نمیگیره بگیریم کنار، حداقل عقل در کنار نقل رو همه شیعیان و سنیان قبول دارن به عنوان منبع. بحث این نیست که ما دو جور هست، چرا برعکسی سوال رو مطرح میکنیم، چه ضرورتی به دین داریم، چه نیازی به دین داریم. منو در اصل بالاخره هزاره سوم داریم زندگی میکنیم، میتونیم این تمام این چیزها رو، چرا اسلام رو میگیم، مسیحیت هم همین رو بگید، برید چرا مسیحیت میگی، یهود رو بگو، ادیان غیر توحیدی رو بگید، تمام ادیان همین سوال رو در مقابل خودشون دارن. اما چیز عجیب اینه که، نکته عجیب اینه که در هزاره سوم ادیان در حال گسترشن، اسلام در حال گسترشه. یعنی برخلاف فرمایش شما که فکر میکنید که مردم دیگه خسته شدن، یعنی فکر میکنید بله آقای منصور نژاد، یعنی فکر میکنید این که اسلام در حال گسترشه نشون میده که به اصل اسلام میشه دسترسی داشت. خیلی ممنونم، پاینده باشید.